تنها بندر اقیانوسی ایران، یکی از مهمترین چهار راه های کلیدور شمال جنوب بازرگانی جهان، بندری با موقعیت استراتژیک که نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه یعنی افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستانه و ساخت راهنی به سوی آسیای میانه و احداث فرودگاه‌های بین‌المللی این بندر رو به یکی از بنادر پر اهمیت برای برخی کشورها به ویژه هند تبدیل کرده. به همین سبب هم کشورهای هند و افغانستان در اواخر بهار سال 95 توافق سه‌جانبه‌ای رو برای ایجاد دهلیز حمل و نقل و ترانزیت بین‌المللی امضا کردند. اما چه کسی برنده اصلی این قرارداد سه‌جانبه است؟ به گفته کارشناسای اقتصادی، برنده اصلی این قرارداد در درجه اول هنده، چون نه تنها به بازار تشنه افغانستان با ارزون‌ترین روش ممکن دسترسی پیدا می‌کنه، که به رویای دیرینش برای دسترسی آسون به بازارهای بکر کشورهای آسیای میانه هم میرسه و در نهایت از شرط و شروط پاکستان برای عبور از خاک این کشورم بی نیاز میشه. اما دومین برنده این قرارداد افغانستانه، چرا که کالاهای مورد نیاز کشورش رو از طریق هند تامین میکنه و از این کشور برای انتقال کالاهاش به کشورهای آسیای میانه هم امتیازاتی میگیره. و در آخر تنها منفعت این قرارداد برای ایران دریافت حقوق گمرکی و فروش نفت به هنده. قراردادی که مطابق اون شاهرایی ایجاد میشه که علاوه بر اتصال این بندر به کشورهای آسیای میانه، چابهار رو به شهرهای هرات و قندهار هم متصل میکنه. دور نمایندگان 17 کشور دوست. در همین راستا دو پروژه ریلی در دستور کار قرار گرفته. اولی این بندر رو به منطقه حاجیگک منتصل میکنه که ساختشو هندیا به عهده گرفتن. دومی پروژه‌ای که شهر هرات رو به مشهد و سپس ترکیه وصل میکنه و کار ساختش رو به عهده ایرانیا گذاشتن. در این بین نباید فراموش کرد که احداث بندر گواتر در نزدیکی چابهار اما در خاک پاکستان میره تا تمام معادلات تجاری رو به نفع پاکستان تغییر بده. مدیا مصور، اتاق خبر.